جامعه آمریکاییان ایرانی تبار لس آنجلس ضمن تایید هدف پرزیدنت ترامپ برای جلوگیری از رخنه و نفوذ عوامل افراطی و تروریستی در پوشش مهاجر و پناهجو با آمریکا معتقدند تحقق این هدف از طرق دیگری نیز سوای ممنوعیت بر اساس ملیت یا مذهب امکان پذیر است. گزارش خبرگزاری رویترز عذرخواهی میکنم حاوی جزئیات بیشتری است که با هم میبینیم. بسیاری از اعضای جامعه آمریکاییان ایرانی تبار در لس آنجلس معتقدند صدور فرمانی که شهروندان شش کشور را بر اساس مذهب و کشور مطبوعشان هدف قرار می‌دهد اشتباه بوده است. من فکر نمی‌کنم که این فرمان اجرایی امنیت آمریکا را بیشتر کنه. به نظر من این فرمان تصویر بدی از آمریکا به دنیا نشون میده. من نمی‌دونم چرا دارن این کارو می‌کنن. می‌فهمم که می‌خوان آمریکا تا حد ممکن امن بشه، ولی این کارو از خیلی راه دیگه هم میشه کرد. مثلا میشه پروسه ویزا دادن رو سخت‌تر کرد یا در تحقیقات وارد جزئیات بیشتری شد. ولی قلقن کردن همه اهالی یک کشور یا شش کشور بر اساس دین و ایمانشون به نظر من کار درستی نیست. روبن سعیدیان، مغازه‌دار ایرانی آمریکایی، نیز نگرانی ایرانی‌های را مطرح می‌کند که مقیم آمریکا هستند. آره، خب بچه‌ها نگرانن چون نمیتونن برن به کشورشون ایران. این حق ماست. درسته که ما مقیم اینجاییم، ولی وطنمون رو که فراموش نکردیم. ما دوست داریم بریم ایران، خانواده و دوستانمون رو ببینیم و برگردیم. امیدواریم همه چی دوباره عادی بشه. الکس حلیمی، تاجر فرش در لس آنجلس، میگوید جلوگیری از رخنه عوامل افراطی و تروریستی در آمریکا ضروری است، اما باید از راه‌های غیر از نگاه کردن به مذهب و ملیت افراد عملی شود. باید سعی کرد آمریکا امن بشه، ولی از راه درستش، میدونی، نه از راه دین و مذهب، نه با علم کردن ملیت. با این چیزا امنیت آمریکا رو نمیشه تقویت کرد. خود ما رو در نظر بگیرین که ایرانی هستیم. تا حالا یه دونه ایرانی در آمریکا دست به عمل تروریستی نزده. فرمان جدید مهاجرتی برای برطرف ساختن مشکلاتی صادر شده بود که پیشتر در فرودگاه‌های سراسر کشور به وجود آمده بود. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.